مخاطبین عزیز رسانه پشت ما جرای فیلم استاددار سابق یوتوب من تیم زادارم میگید که منم تو پای گلزار جابجا کردم ورود به مخاطبین عزیز بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم هم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم و دارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبید و میشنوید حال دلتون خوب باشه جیبتون پرپول باشه و اصلا مهمتر سالم و سرحال باشید سوال پرتکراری که امروز از من میپرسن هستش که آخرین وضعیت تتلو بعد از بازگشتش به ایران چی شد الان تقریبا 35 س... روز هستش که از حضور تتلو در ایران میگذره نه تصویری ازش پخش شده نه ویدیویی پخش شده نه عکسی پخش شده نه اعتراف اجباری پخش شده این موضوع و این اتفاق کمی مشکوک هستش معمولا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای یک قدرت نمایی هم که شده میان یک اعتراف اجبار یک مصاحبه یا حداقل تصویری از ورود این افراد به ایران رو پخش میکنه نموناشو از قبل داشتیم وعید خزایی نمیدونم میلاد حاتمی روح الله زم و افراد مختلفی که بعد از اینکه برگشتن ایران یه تصاویر ویدیو اعترافات اجباری ازشون پخش شده مصاحبه از امیر تتلو هم گرفته شده اما پخش نشده شاید یکی از دلایلش این هستش که تتوهای زیادی که تتلو داره و اون صورتش شاید یکی از این اتفاقات بوده و گویا تتلو بد بازی و رکبی خورده و با دیل یا با هماهنگی یا با هر چیزی برگشت ایران و حالا هم پروندهش بلا تکلیف مونده امروز پرونده تطلیل مقداری بررسی میکنیم اطلاعات به شما میدم موضوع دومی که خیلی هم سر و صدا کرد بازگشت نصرالله مؤین یا همون مؤین معروف خانندهی که همه ماها باش خاطر بازی کردیم که خیلی از رسانه های خارجی داخل ایران اینترنشنال جای مختلف هم خبرش رو زدن که گفتن که قرار برگرده ایران ارشاد و جاهای مختلف هم نسبت به این قضیه واکنش دادن که این قضیه ها رو هم بررسی می‌کنیم و راستازمه میکنیم که چقدر ماجره حضور معین داخل ایران میتونه به حقیقت بپیونده و اینکه این روزها ماشاءالله دیگه داریم نزدیک انتخابات میشیم به در و دیوار میکوبن با انواع اقسام وعدهها و وعیت و با انواع اقسام خبرها میخوان کار بکنن که بگن که ما بهترین سیستم مدیریت در جهان رو داریم و همه پشماشون ریخته و قراره که بیانیان البته راستم میگن ببینید مملکت و اون سیستم برای آقازاده ها و فازلابزاده ها و کسایی که توی منطقه یک تهران میشینن فوقلاده است بیشتر مسئولین افراد تصمیم گیرنده و افرادی که تو اون مملکت دارن برای 85 میلیون نفر آدم تصمیم میگیرن در جای با کلاس و پولدار تهران زندگی میکنن کافی دوربین وردارید و برید توی این محله ها و با این آقازاده ها و فاضل ها و لجن ها مصاحبه کنید و بهشون بگید که حاضری بری خارج از کشور زندگی بکنی ازش بپرسی دوست داری بری خارج از کشور زندگی بکنی دوست داری مهاجرت بکنی جوابی که میدن میدونید چیه هیجا بهتر از ایران نمیشه ایران همه چی هست همه امکانات هست هم اینا میرن خط میدن به باباشون همون باباشون هم که تو اون مناطق زندگی میکنن میلولن توی این محلهای یک تهران و میگن که واو چه کشوری ساختیم بابا پشمام تو فضای مجازی هم که میان ماشاءالله همه تو بنز و بی و پرش و این بلاگرا رو که میبینن همه در خفنترین و بهترین امکاناتن حتی برای چوسی هم که شده یه ساعت رولکس فیک یه دونه موبایل نمیدونم آخرین مدل فیک یا تا جایی که میتونن شعاف میکنن مسعود هم میبینه میگه پشمام چه مملکتی ساختم عجب چیز خفنی آده فاز میبینه و میگه خب حتما دارم درست مملکت داری میکنم بزا بدترش بکنم زیاد دارم بهشون حال میدم و این باعث میشه که مردم هر روز فقیر و فقیرتر و بدبخت و بدبختر بشن. از اون طرف از این افراد مثل تطلع و افراد دیگه هم به عنوان اهرام وسیله و ابزار استفاده میکنن برای اینکه بخوان به اهداف کثیف خودشون برسن در حال حاضر پرونده تتلو در حالت بلا تکلیف به سر میبره حالتی که بدترین اتفاق میتونه برای یک زندانی یا برای یک شخصی باشه که درگیر دستگاه اطلاعاتی و امنیتی یعنی میخواد بدترین کار رو برای آدم انجام بدید این هستش که بلا تکلیف نگرش دهید نه پروندهش رو بررسی کنید نه اجازه بدید پروندهش بررسی بشه و نه حکمی بهش بدید و با یک جواب ساده که فعلا پرونده شما در حال بررسی اون طرف رو بلا تکلیف نگه دارید البته تطلو رو یک سال بیشتر نمیتونن در حالا یا بازداشتگاه موقت یا در انفرادی قرار بدن طبق قانون اما از اون طرف ممکنه که به حال قانونهای نانوشته دیگه هم داشته باشن ولی سخنگوی قوه قضاییه چند وقت پیش اومد و در یک نشست خبری توضیحاتی رو در خصوص پرونده تطلو داد که اینها به ما گرا میده که پرونده تطلو توی چه وضعیتی قرار داره و با نه یک سخنگو به حال ایشون میتونه نکات پنهان این پرونده رو هم به ما بگه ببینید جناب ساتشی در مورد جزئیات پرونده خواننده امی حسین و معروف به تطلو اتهاماتش توضیح بدی اینکه غیر از شکات خصوصی مدعی عموم هم وارد شده انامین اتهامی چی هستش و مهمتر اینکه بحث فساد فل ارز مطرح هستش یا نه فساد فل مطرح هست پرونده فرد مورد نظر اون پرونده ای که مورد نظر شماست ایشان پرونده های چند پرونده در حوزه قضایی استان تهران مطمع رستیگی دارد مطمع رستیگی هست نسبت به ایشان عرضم به حضورتان که در نسبت به این فرد که اشاره فرمودید پرونده در نایه سیلسه داتر عمومی انقلاب تهران مطرح رستیگی است در مرحله تحقیقات مقدماتی هست و با تفهیم اتهام در خصوص ایشان قرار بازداشت موقت صادر شده و در حال حاضر در زندان به سر میبرن ایشان و نسبت به پرونده های دیگه ای که داره چند پرونده ای دیگه ای که هست یکی از پرونده ها به اتهامات مقید در پرونده تحقیقات صورت پذیرفته تفهیم اتهام به عمل آمده و کیفرخواست هم صادر شده حالا با جدایی از تفهیم و اجازه بدید که این رو ما حض بکنیم چون پرماندهش رعیش قیابی بوده این فرد که در مورد صادر شده بعد از اینکه که برگشته ایشان در باسپورس محترم در مرح... در موقعیت استقرار ایشان حاضر شده تفهیم اتحام رو کردن و نسبت به اتحاماتی که داشتن و پرونده با کیفر خاص متضمن کیفر خاص قانونی برای رسیدگی به شعبه دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده و پرونده در این موضوع هم متضمن قرار بازداشت موقت است نسبت به دو پرونده دیگه که ایشان داره این دو تا پرونده هم رأی قیابی صادر شده به ایشان ابلاغ شده و اگر هنوز اعتراضشون واصل نشده چنانچه قطعیت پیدا بکنه یا اگر اعتراضی صورت بگیره به مرور ان در حدود مقررات اطلاع خواهیم کرد یه جوری جواب داد که هیچکی نفهمید ایشون چه جوابی داد خب <تصفح> گفت <گو> پروندهش تو <تصفح> داد نمیدونم دادگاه داره بررسی میشه داریم تو دادگاه ای بابا اگر ما بتونیم این, این صدا رو بچه ها قطع بکنیم از صبح تا حالا تو این مخ ماست ما من اینو قطع بکنم خیلی خوب پروندهش داره بررسی میشه نمیدونم توی شعبه سی و رو داریم بررسی هنوز تحقیقات شده چیزی که مشخصی هستش که تطریق در حال حاضر توالت بدا تکلیف قرار دادن و نکته عجیبش این هستش که فیلم اعترافات تطلی رو پخش نکردن شاید گذاشتن نزدیک انتخابات این اتفاق رقم بخوره و تطلو به نظر من اگر هم آزاد بشه جایی برای موندن توی ایران نداره اگر میخواد نظر من رو بدونید و تطلو دیگه توی ایران نخواهد موند نمیذارنش فعالیت بکنید توی ایران و موضوع تطلو موضوع هستش که سود از جدای از این اتفاقات داره سیاسی میشه و دارن ربطش میدن به جریان ها و گروه های سیاسی به حال تطلو از ابی رئیسی حمایت کرده بود و اصولگراها ها رو به نوعی پشتش حالا دیگه قدرت داره دست ها هم خارج میشه دوره ریاست جمهورش هم داره رو به پایان میرسه تطلو شانسی رو نخواهد داشت و اگر آزاد بشه ویدیو رکورد میشه میمونه مطمئن باشید که تطلو از ایران خارج میشه ولی از اون طرف خبر بعدی هست که گفتم آقا میخواد بیاد ایران این چهره بعد به وزیر ارشاد هم اومد یه مصاحبه کرد و گفتش که چه اشکالی داره موین این هم بیاد ایران اصلا ما کاری باش نداریم آزاده رو گوش بدید نکته داره این قضیه رو میخوام به شما بگم مثل حالا مثل موین خب اگر بخوام برگردن ایران خب اجازه فعالیت دارم برنامه حالا اجازه فعالیت, کار بعدیه بو بحث حضورشون در ایران هیچ مشکلی نداره اونم طبق قوانین انجام میشه هر هر کاری در مورد هر فردی در ایران انجام میشه قانون دیگه قانون حاکم خب دوست دارم که خب همه جای ایران خب اول صحبت وزیر ارشاد این گفته که حضورش در ایران بلا مان است خب اینو داشته باشید صحبت اینو هم بشنویم که از علاقش به ایران میگه و برسیم به نکته بعدی اگه دوست داشتی الان قدرتشو داشتی و تواناییشو داشتی که یه جایی توی این کره خاکی باشی دوستش الان کجا بودی ایران خب اینم صحبت با این بود و صحبت وزیر ارشاد که گفت حضور این آدم توی ایران بلامان است بله حضور هر کسی توی ایران بلامان است شما حبیب رو هم داشتیم مرحوم حبیب رو هم داشتیم که اومد ایران و خیلی از افراد دیگه که اومدن توی ایران و همه میتونن به توی ایران حید خضایی هم اومد توی ایران نمیدونم رولا زم اومد توی ایران تطلا هم اومد توی ایران اومدن که ایرادی نداره که ایران همه که میتونن بیان ایران مهم که اون که میان تو ایران چه بلایی سرشون میارن یکی از وکلا میگه مهم بیا تو ایران کفی 27 سال زندان براش میبارن یعنی کفی 27 سال زندان بعد اینا برای که مثلا محبوب بشن بین مردم میگن آره بیا توی ایران مجوز تو محله بعدی شما هر موقع به حبیب مرحوم حبیب مجوز دادید اون موقع که ندادید بهش تو به خواننده‌ای که در حال حاضر دارن تو ایران فعالیت میکنن پی هم شلنگ و تخته هم به زور مجوز فعالیت میدید بعد میخواد به این مجوز فعالیت بدید اگه به موین مجوز فعالیت بدید اون مج... داخلی اومدی برنامه و مافیای موسیقی مادرتون رو به ازاتون میچونه این میذارن اینطوری بمونید به حال اونها آدمای گنده باشه شما شما نفر اول چهار تا نماینده مجلس استیزا میکنن میان اونجا مقبره میکنن مقبره فلان میکنن تو مجلس دهن رو سرویس میکنن تو اصلا وزارت ارشاد پرتت میکنن پایین بعد توی ایران اگه یه نوع ارگان امنیتی هم مجوز بده خب یعنی مثلا این رو بردارن ببرن با سپاه ببندن خب دوران اطلاعات سپاه هست به اطلاعات هست نمیدونم فاتب هست پلیس فتا هست نمیدونم پلیس فراجا هست نمیدونم پلیس بیل خریان هست بیت رهبری هست نهاد ریاست جمهوری نمیدونم فران قسمت حراستش هست خود حراست ارش اینقدر تو اون مملکت لایه‌های امنیتی اطلاعاتی هست برای اینکه بخوان روی استعلام و صلاحیت افراد نظر بدن تازه مراجع قوم هم هستن یعنی اونا که دیگه اصلا توی سبد دیگه یه فتوا بدن دیگه خوار مادر یارو سرویسه خب دیگه تو مملکت حکم حکومتی یا نمیدونم حکم رهبری اونها هم هست انقدر تو مملکت لایه و ارگان و جای مختلف هست که با یه حکم یا با یک حرف با یک تصمیم شخصی میتونه برای یک آدم درد سر ایجاد بکنه اینکه میگن آقا خب فلان شخص با فلان جا بسته بابا تو مملکت انقدر آدم هستن که میرن با یه جایی میبندن اما کارشون یه جای دیگه قفل میکنه آره هم وعده و رو دادن قبلا هم یادم دیگه میگفتن آره شادمر میخواد بیاد ایران که شادمرم که آقا اگه من اجاره 120 سال زنده باشه بمیرم هم مثلا جنازه هم ور ندارید به تو ایران و شادمر بوده هر دفعه یکی رو یه علمی میکنن اینا سوالاتی که خود اینا ببین این سوالی که خبرنگار میپرسه سوالیه که وزیر ارشاد به مدیر رابطه گفته گفته برو به خبرنگار بگو این سوالو بیاد از من بکنه که این سوال وایرال بشه حال توجه دوستان وگرنه شما فکر کنید خبرنگار بیاد اونجا اون هم چی بیاد راجع به مهم بپرسه نه این اینا برای گرفتن اعتبار و وایرال شدن و معروف شدن و دیده شدنه شما اگه وزیر ارشاد هم باشی تو مملکت عقده دیده شدن دارید یه خط از آخرش بهتون بگم اینا این نمونه این همه سال مهم تو مملکت است بیا راجع به مهم بپرسن میخواد بیاد تو ایران بعد چی شد یهو مهم وسط سبز شد شما بخواد بپرسید ما شما میگم که اینا همش بازیاییه که این افراد در میارن برای اینکه بخوان سر ملت رو کلا بزن پرونده تطلو هم بلا تکلیف حالا حالا هم ازش خبری نخواهد شد به روک بهتون بگم شاید داره یهو فرد پس داره به حرف ما شده بیانش تو تلویزیون ما این حرف رو بزنیم تحریک بکنیم که بیان صحبتی بکن. ما این هم همینطور یعنی بیا تو ایران اجازه فعالیت مالیات تحتیل حتی نمیاد ایران اون صد سال نمیاد ایران ولی خب اینا بازیایی که این افراد در میارن در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید حتما برای ما کامنت بذارید و نظرتتون هم بگید خیلی مخلص